آسیه امینی، تحلیلگر مسائل اجتماعی از نروژ همراه ما هستند. وقتتون بخیر خانم امینی. مخالفت با مشارکت در انتخابات از زوایای مختلفی مطرح میشه. جبهه ملی از فقدان لوازم دموکراسی و البته مختصات انتخابات آزاد و سالم گفته. گلرخ ایرایی هم از عبور مردم ایران از اصلاحات گفته. نظر شما چی؟ درود به شما و همه بینندگان این برنامه. ببینید، من میخوام یه مقایسه بکنم فضای انتخاباتی فعلی رو با انتخابات مجلس قبلی که پشت سر گذاشتیم و یک بی‌اعتنایی عمومی در جامعه ایرانی وجود داشت که گویا با حتی با اون در واقع نمایش‌های خیابانی با رقص و بزن به کوب‌هایی که برخی از کاندیداها ایجاد کرده بودن سعی می‌کردن داغ بکنن تنور انتخابات رو، ولی دیدیم که نتیجه‌اش چه شد. اون 40% قرار هست به انواع مختلف به شیوه های مختلف رقمش تغییر بکنه به دلیل اون بی‌آبرویی که علی خامنه ای قبلا گفته بود کشورهایی که 40% رای میارن در واقع این یک آبروریزی هست و حالا دیدیم که خودشون دوچارش شدن، تازه با همه ارفاق هایی که میشه به این آمار و خانش اون از نظر دستگاه حکومت داد. بنابراین همه تلاش ها داره میشه و از جمله استفاده از اصلاح طلبان با راه دادن پزشکیان به این بازی و برای اینکه بتونن تنور انتخابات رو داغ بکنن، و داریم میبینیم که چنین اتفاقی افتاده. یعنی بخشی از اون اصلاح طلبان که همیشه گوشه چشمی به قدرت و بازگشت به دایره قدرت داشتن دارن از این فضا استفاده میکنن که روی فقر مردم دست بذارن، روی ناامیدی مردم، روی ناشادی جامعه ایرانی دست بذارن، روی تمام مشکلاتی که اتفاقا ریشه در قانون اساسی، ریشه در همین حکومتی که به قول خانم گلرخ ایرایی همیشه سوء استفاده کرده از سیاهی لشکر و همیشه مردم و آهاد مردم رو به چشم سیاهی لشکر دیده، از اونها سوء استفاده بکنه برای اینکه به دنیا نشون بده ما 40% در واقع اعتبار نداریم، ما این اعتبارمون خیلی بیشتر هست. به نظر من واکنشی که این دفعه داره به مسئله تحریم انتخابات از سوی افراد و گروه‌های مختلف نشان داده میشه، بخشیش به خاطر فعال شدن در واقع این بدنه خاموش قدرت. ما یه بخش خاکستری در مردم داریم، یه بخش خاکستری در قدرت داریم که بخش عمده‌شون اصلاح طلبان هستن، کسانی که نه در مناسب دولتی و مدیریتی راهشون میدن، نه اون دایره هسته اصلی قدرت مثل اطلاعات، بیت رهبری، نمیدونم حوزه علمیه بهشون اعتنایی داره، نه الان در واقع تصمیم گیری های کلان کشور حضور دارن، اما چشمهش دارن، میخوان برگردن به اون دایره. و این الان فرصتی هست برای دو طرف، یعنی هم حکومت داره از اونها استفاده میکنه، هم اونها دارن دیگه تمام تلاششون رو میکنن که بتونن برگردن و به بازی گرفته بشن. بنابراین این تحریم فعالی که دیروز ما در مورد آقای قدیانی صحبت کردیم، امروز در مورد خانم گلرخ ایرایی و افراد و گروه‌های دیگر جبهه ملی آقای مصطفی مهرآیین و کسانی که از هر تریبونی که دارن اطلاع رسانی میکنن برای اینکه مردم فریب این بازی رو دوباره نخورن. این بازی بد و بدتر و سیاه و سیاهتر واقعا بازی مبتذلی هست که 40 و اندی ساله داره ادامه پیدا میکنه. خانم امینی، برخی مخالفان شرکت در انتخابات از جمله آقای مهرآیین که بهش اشاره کردین، جامعه شناس منتقد در ایران، تحریم انتخابات رو مقاومت مدنی و بدون خشونت مردم میدونن و نوعی کنش مؤثر و معنادار. خیلی کوتاه میتونین نظرتون رو در این باره هم بگین؟ بهترین واکنش به این مسئله همون انتخابات قبلی بود که بهش اشاره کردم، یعنی وقتی آرای مردم که در واقع دریغ میکنن از صندوق‌های رأی اونقدر این انکار بالا باشه که حکومت مشروعیتش زیر سوال بره، این بهترین نشون دادن مقاومت مدنی مردم و نگفتن به جمهوری اسلامی. هر گونه مشارکتی به هر بهانه‌ای در واقع تکرار اون فریب‌های پیشین هست. ما همه راه‌ها رو رفتیم، اصلاح طلبان در قدرت بودن، بهترین
فرصت‌ها به همین حکومت‌ها داده شد، به دولت‌های مختلف. در بزنگاه‌های مهم دیدیم که اونها به مردم پشت کردن و کنار علی خامنه‌ای، کنار هسته سرکوبگر قدرت قرار گرفتن. بنابراین چه بهانه دیگری وجود داره که باز هم ملت فریب بخورن؟ از یک سوراخ چند بار باید گزیده شد. این خلاصه حرفایی هست که در واقع مجموعه اینها به خصوص آقای مصطفی مهرآیین بهش اشاره می‌کنن که این مقاومت فعاله. سپاس از شما آسیه امینی، تحلیلگر مسائل اجتماعی از نروژ.